اهداف توسعه پایا با عنوان رسمی دگرگون ساختن جهان ما یا سند 2030 یونسکو مجموعه ای از اهداف هستند که به آینده مربوط می شوند. رؤسای دولت ها، نمایندگان بلندپایه نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و جامعه مدنی در سپتامبر 2015 گرد هم آمدند و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دستور کار توسعه پایا 2030 را تصویب کردند. این دستور کار که جایگزین اهداف توسعه 1000 شد، شامل 17 هدف اصلی و 169 هدف ویژه است که نقشه راه جامعه بین المللی را در زمینه توسعه پایا برای سالهای آینده ترسیم می کند. کتاب گویا با شرح اهداف 17 گانه سند 2030 یونسکو، کاری از کمیته آموزش و پژوهش، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. هدف 11، ساخت شهرها و اقامتگاه‌های ایمن، قابل تجدید و پایدار. چالش‌های مسکن در ایران، افزایش واحدهای مسکن خالی و احتکار مسکن یکی از عواملی که تهیه مسکن را مشکل می‌کند، استفاده از مسکن به عنوان وسیله‌ای برای بورس بازی و خرید و فروش توسط سرمایه‌داران است. چرا که به ساز و بفروش ها سود کلانی از این راه به دست می آورند و مسکن به عنوان یک پسنداز سودده مورد استفاده سرمایه داران قرار می گیرد و سبب تعدد تملک واحدهای مسکونی در میان این گروه می شود. نتایج آخرین سرشماری نفوس مسکن در سال 95 نشان می دهد که تعداد 2,587,607 واحد مسکونی در کشور خالی است که در این میان استان خراسان رضوی با 194,480 خانه خالی در جمع سه رکورددار بیشترین خانه خالی کشور وجود دارد. استان تهران با 489,986 واحد و اصفهان با 242,090 واحد نیز رتبه اول و دوم را از آن خود کرده اند. این تعداد واحد خالی در حالی برای سرشماری نفوس و مسکن سال 95 ثبت شد که نسبت به سرشماری سال 90 آمار خانه های خالی افزایش یافته است و آنگونه که مرکز آمار ایران آمار داده است، ظرف 5 سال گذشته از سال 90 تا 95 خانه های خالی در کشور 1,000,000 بیشتر شده است. با این تعداد خانه خالی، هنوز هم بسیاری از افراد توانایی خرید خانه نداشته و احتکار این خانه ها به دست بساز و بفروش ها بازار مسکن را با چالش هایی مثل افزایش تقاضا و کاهش عرضه مواجه کرده است. نکته مهم این است که در گذشته تعداد خانه ها کمتر از خانوار بوده و به همین دلیل مسکن همواره رشد قیمتی داشته و این امر مسکن را به ابزاری برای پسنداز و سوداگری در شرایط تورمی تبدیل کرده است. گرفتن مالیات از خانه های خالی و بدون سکنه، طرح عاقلانه‌ای برای رونق بازار مسکن و کاهش نرخ اجاره بهاست و می توان بیش از 1,000,000 واحد مسکونی خالی را به بازار بیاورد. طرح گرفتن مالیات از خانه های بدون سکنه هم مثل خیلی از طرحهایی است که تا به حال شکست خوردند. در حالی که گرفتن مالیات خانه های خالی کار ساده است، زیرا از چرخیدن یا نچرخیدن کنتورهای نصب شده به رقم خانه های خالی رسیدند. وام مسکن، افزایش بالای قیمت مسکن در بین سالهای 90 و 91 باعث گردیده قدرت خرید متقاضیان در سالهای جاری کاهش یابد. بنابراین کاهش قدرت خرید متقاضیان و بالا بودن نرخ سود بانکی
موجب رکود بازار مسکن گردیده است. از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید مسکن باعث گردیده تا سازندگان مسکن با اشاره به این نکته که سود چندانی از بابت ساخت و ساز نصیبشان نمی شود، سرمایه خود را نزد بانک ها سپرده گذاری کنند. در این میان، افزایش وام مسکن از 35 به 60 و از 60 به 80 میلیون تومان برای زوجین خانه اولی تا حدودی می تواند بر بازار مسکن تأثیر بگذارد، اگرچه نرخ وام مسکن بالا نیست و ظاهراً معوقات وام مسکن بسیار کم است، لذا خانوارها مشکل جدی در پرداخت اقساط آن ندارند. مشکل اصلی وام مسکن کم بودن این وام است که دلیل آن سرمایه کم بانک مسکن است. حاشیه نشینی و مسکن. افزایش میزان مهاجرت از روستاها به شهرها در بیشتر کشورهای در حال توسعه سبب پیدایش روند زیانمند تمرکز و تجمع افراد در شهرها می شود و این شهرها دچار تورم جمعیتی می شوند. تأمین مسکن و رشد و توسعه صنعت و وسایل حمل و نقل در چنین شهرهایی به علت بیش جمعیتی عقب می ماند و بر تعداد جمعیت حاشیه نشین افزوده می شود. در نتیجه حاشیه نشینی یکی از نمودهای فضایی و فیزیکی جریان مهاجرت روستا شهری در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به شما می رود. و حاصل اشتغال حاشیه‌ای این گروه است که دستمزد آنها تکافوی زندگی درون شهری را به آنها نمی‌دهد. عمر مفید مسکن. عمر مفید مسکن در کشور حدود 30 سال است. این در حالی است که این رقم در کشورهای توسعه یافته بالغ بر 100 سال است. اهم عوامل تأثیرگذار بر عمر پایین مسکن شامل نظارت غیر مؤثر، حضور سازندگان غیر حرفه‌ای، استفاده از مصالح ساختمانی غیر استاندارد در مصالحی چون آجر، شن و ماسه، پایین بودن تکنولوژی ساخت و تخریب بسیاری از مسکن‌های با دوام جهت افزایش تراکم است. همچنین از چالش‌های صنعت ساختمان که ائتلاف فراوان منابع مالی و نقایص فنی فراوان به دنبال دارد این است که مالک زمین یا ساختمان به عنوان مجری و سازنده عمل می‌کند که باید از این امر جلوگیری گردد و احداث هر گونه مسکنی حتی یک ساختمان یک واحدی به سازندگان مجرب که در مراجع ذی‌صلاح تایید صلاحیت شده‌اند واگذار بشود. بافت فرسوده اغلب واحدهای ساختمانی در بافتهای فرسوده شهری فاقد سیستم سازه‌ای و محاسبات فنی برای مقاومت در برابر سوانح طبیعی از جمله زلزله هستند و واحدهای فرسوده مزبور به لحاظ زیبایی بصری دچار ناهنجاری متعدد بوده و روح جستجوگر زیبایی شهروندان را متناسب با سلیقه های امروزی سیراب نمی کند و باعث رویگردانی آنها می شود. همچنین این بافت ها از کمبود و ناکافی بودن سطح شبکه ها و معابر دسترسی به خدمات شهری رنج می برند. بافت‌های فرسوده شهری از فقدان برخی خدمات فرهنگی، آموزشی و شهری به لحاظ کمی و کیفی رنج می‌برد و در برخی خدمات نیز دچار نقض است. حتی در بیشتر این مناطق فضای سبز مناسب نیز به چشم نمی‌خورد. در حقیقت از آنجا که معماری این مناطق سنتی است، اساساً وجود چنین امکانات شهری در آن پیش‌بینی نشده است. موانع و مشکلات متعددی بر سر راه احیا و نوسازی این بافت ها وجود دارد که عبارتند از قیمت گذاری نامناسب و پایین واحد های مسکونی و در نتیجه عدم تمایل صاحبان ملک به فروش، عدم توجه برنامه ریزان شهری و شهرسازان به ظرفیت های بلا استفاده در محدوده های قبلی شهرها و اولویت نیافتن توسعه درون شهری و اسکان سرریز جمعیت در محدوده های مزبور،
موضوع بافت‌های فرسوده و پایدار کردن بافت‌های قدیمی شهر یک مسئله اصلی در حوزه مدیریت شهری است و از آنجا که بافت‌های فرسوده هم یک تهدید بالفعل و هم یک تهدید بالقوه برای یک شهر و شهروندان آن است، ضرورت نگاه تخصصی و برنامه ریزی کارشناسی برای نوسازی بافت‌های فرسوده در هر مقطع زمانی مدیریت شهر بسیار حائز اهمیت است. لذا بافت‌های فرسوده یک مسئله مهم و به نوعی از مؤلفه‌های مسئله ساز مدیریت شهری است. راهکار دولت‌ها در ژاپن، کره جنوبی و مالزی با به کارگیری مدل بهینه سیاست‌گذاری مسکن شامل افزایش عرضه، مقابله مالیاتی با سوداگری و تأمین مسکن کم درآمدها وضعیت بد مسکن را تحت کنترل درآوردند. به کارگیری سه سیاست افزایش عرضه، مقابله با سوداگری مسکن و همچنین تمرکز بر تأمین مسکن خانوارهای کم درآمد میتواند مدل بهینه سازماندهی بازار املاک در ایران باشد. راهکار اساسی حل مشکل مسکن در ایران ساخت خانه توسط دولت نیست، بلکه دولت باید هزینه اجاره اقشار فقیر را بدهد. در این صورت خود پیمانکاران به سمت اجاره‌داری سوق می‌یابند و از این طریق می‌توان مشکل مسکن برای دهک‌های کم درآمد را حل نمود. لذا دولت نباید به ساخت مسکن ورود پیدا کند.